31 روز تیر ماه برابر با 22 ژوئیه، سال 1129 خورشیدی برابر با 1750 میلادی، در گذشت یوهان سباستیان ژان باخ، موسیقیدان و آهنگساز آلمانی. یوهان سباستیان ژان باخ، موسیقیدان نامدار آلمانی، در 21 مارس 1685 میلادی در آیزناخ آلمان به دنیا آمد. وی از خانواده‌ای هنرمند بود و پدر و مادرش نیز موسیقیدانان بزرگی بودند. وی زیر نظر برادرش فراگیری موسیقی را آغاز کرد. علاقه به این هنر در یوهان به قدری بود که قطعاتی را که برادرش برای تمرین به او می‌داد در زمان کوتاهی فرا گرفت و پس از چندی خود در این فن به مهارت دست یافت. وی از سال 1723 میلادی در لایپزیگ سکنا گزید و تا آخر عمر در آنجا به اداره امور موسیقی در چندین کلیسا مشغول بود. به عبارتی دیگر، خط سیر زندگی فعال و سازنده باخ از شغل نسبتاً پایین نوازندگی مجلسی آغاز شد تا آنکه به رهبری ارکستر دربار آلمان دست یافت. نبوغ باخ به عنوان موسیقیدان و آهنگساز برجسته قرن 18 در عصر خود شناخته نشد. آهنگهای باخ یک قرن پس از مرگ او به تب رسید و اجرای یکی از موسیقی‌های معروف وی در واقع پس از 100 سال آغاز تجدید حیات وی بود. آثار باخ در موسیقی دینی از لحاظ غنا و علو الهام و آهنگ ممتاز است. باخ به واسطه علاقه شدیدی که به مذهب داشت، آهنگ‌هایی با رنگ دینی می‌ساخت که مسیح و روح از آن جمله‌اند. وی موسیقی را به درجه کمال رسانید و در راه تعلیم موسیقی شنوایی خود را از دست داد. یوهان باخ سرانجام در 22 ژوئیه 1750 میلادی در 65 سالگی درگذشت. سال 1331 خورشیدی برابر با 1952 میلادی، رأی مثبت دادگاه لاهه نسبت به حقانیت ایران در اختلاف با انگلیس. پس از ملی شدن صنعت نفت ایران در آخر اسفند 1329، شرکت نفتی انگلیس که طرف قرارداد شرکت نفت ایران بود، به این دلیل که متضرر شده است، خواهان ادامه همکاری با ایران گردید. ولی چون نفت ملی اعلام شده بود، شرکت انگلیسی به دیوان بین المللی دادگستری شکایت برد و خواهان احقاق حقوق خود بود. ایران دیوان را برای رسیدگی به این پرونده دارای صلاحیت نمی دانست، زیرا مسئله بر سر دولت ها نبود، بلکه دو شرکت با هم اختلاف داشتند. سرانجام رأی دیوان بر حقانیت ایران صادر شد و از انگلستان در امور نفتی ایران خلعیت شد. سال 1334 خورشیدی برابر با 1955 میلادی، در گذشت احمد قوام، سیاستمدار و نخست وزیر دوره قاجار و پهلوی. احمد قوام، معروف به قوام السلطنه، از بزرگترین رجال و سیاستمداران دوران معاصر ایران در سال 1252 شمسی در تهران به دنیا آمد. وی از زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار وارد امور دیوانی شد و بعدها رئیس دفتر صدر اعظم گردید. احمد قوام روی هم 5 بار به نخست وزیری رسید و بیش از 20 بار به وزارت دست یافت. سرانجام در 31 تیر ماه 1334 در 83 سالگی درگذشت.